سلام دوستان، به بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. سیروس ابراهیم زاده متولد 1316 در اردبیل، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است. او فارغ التحصیل فوق لیسانس تئاتر از دانشگاه انگلستان و رشته موسیقی از دانشگاه بیرمنگام می باشد که فعالیت خودش را با تئاتر شروع کرد و سپس وارد تلویزیون و سینما شد. او تحصیل کرده لیسانس رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران می باشد. سپس برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر عازم انگلستان شد. او به صورت جدی فعالیت خودش را از سال 1336 وقتی 20 ساله بود با حضور در تئاتر شروع کرد و در تلویزیون و رادیو هم از سال 1346 مشغول به کار شد. بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی نخستین تجربه سینمایی اوست. ایشان تا قبل از انقلاب در 4 فیلم سینمایی و 1 سریال بازی کرد. حسن کچل ساخته علی حاتمی محصول سال 1349 اولین حضور او بر پرده سینما بود. او سپس در فیلم‌های صمد و قالیچه حضرت سلیمان در سال 50 و صمد و سامی، لیلا و لیلی در سال 51 ساخته پرویز صیاد و در فیلم جنجالی ستارخان علی حاتمی در کنار عزت الله انتظامی، علی نصیریان، عنایت بخشی و پرویز صیاد به ایفای نقش پرداخت. همکاری ابراهیم زاده بعد از انقلاب در سال 62 با فیلم کمال الملک به کارگردانی علی حاتمی ادامه پیدا کرد و در سال 64 با سریال همسایه وارد قاب تلویزیون شد. او 5 بار با سیروس الوند کارگردان فقید ایرانی همکاری داشت و در فیلم‌های بعد از انقلاب او همچون برخورد، چهره، هتل کارتون، ساغر و تله به ایفای نقش پرداخت. حضور او در فیلم‌های شکوه بازگشت، همسر، مومیای 3، مسافر ری، شمعی در باد، مکس، عروس فراری، تردست، شام عروسی، مقلد شیطان، سوغات فرنگ و تاکسی نارنجی کارنامه او را پربارتر کرد. ایشان نوشتن را از سال 1355 شروع کرد و چندین مجموعه داستان و نمایشنامه تألیف کرد، اما این کار با حضور در عرصه بازیگری متوقف شد تا اینکه دوباره از سال 83 شروع به ترجمه کرد. آقای سیروس ابراهیم زاده سالهاست با خانم ناهید کبیری شاعر ازدواج کرده. خانم کبیری فارغ التحصیل لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران بوده و دوره‌های بازیگری تئاتر و گریم رو در ایالت جورجیای آمریکا گذرونده. آشنایی او با همسرش از پشت صحنه و کار گریموری شروع شد. در شهریور سال 1396 در مراسم نکوداشت 19مین جشن سینمای ایران در تالار ایوان شمس از سیروس ابراهیم زاده تجلیل شد. او در مصاحبه ای گفته به مدت 10 سال از سال 1333 در رادیو کار کردم. از دوستان همراه من روزنامه نگار پیشکسوت حمید دهقان بود. سالهای رادیو رو با او گذروندم و گاهی هم به زیارت کوچه باغ‌های خاطرات می رفتیم. او معتقد است در این روزهایی که تکنولوژی و اینترنت حرف اول رو میزنند، جوانان چگونه باید سعدی رو بفهمند. او در ادامه گفت جد هفتم من استاد کاشیکار مشهور اصفهانی بود که به دستور شاه عباس برای مرمت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به این شهر فرستاده شد و همونجا هم ازدواج کرد. اردبیل رو دوست دارم، گرچه تنها 5 سال ساکن این شهر بودم. سپس با خانواده به تهران اومدیم و در محلی نزدیک امامزاده یحیی زندگی کردیم. هیچ وقت در انتخاب نقش‌ها و کارها تقسیم بندی خاصی نداشتم. معتقدم کار خوب میتونه طنز نباشه و در برخی اوقات هم باید به مخاطب حرفای جدی با درون‌مایه طنز انتقال داد. من به ژانر خاصی اعتقاد ندارم. او درباره برنامه زندگیش گفته ساعت 6 بامداد از خواب برمیخیزم. دمپایی‌های پشت پا بستم رو میپوشم و یکی از پنجره‌های رو به حیاط رو باز میکنم و هوای نیمه سالم صبح پایتخت رو به درون دعوت میکنم. نیم ساعت ورزش سبک سوئدی و بعد پنجره رو بسته کیپ میکنم. سپس به سرعت برق ولی آرام و بی سر و صدا صبحانه رو میزنم توی رگ. نان سنگک بالای 10,000 تومان رو عشقه. روی میز چندین کتاب و مجله در زمینه‌های گوناگون هنر و ادبیات، خوانده و نخوانده، باز و نیمه باز روی میز ولو شده. کتاب پرورقی که مجموعه نمایشنامه‌های کوتاه به زبان انگلیسی که سفارش گرفتم رو ترجمه میکنم. اوایل فتنه عالی جناب کرونا کارو شروع کردم و هنوز ناتمام هست.
بعد از ظهور و تاخت و تاز کرونا بازار کسب و کار تئاتر و سریال سازی کساد شد و دیگه اینکه من همیشه گزیده کار کردم. گزیده لفظ قلم کمکاری و بیکاری هست. از خاطرات سریال کاکتوس بخوام براتون بگم، یکی از هم‌محله‌های قدیم من که میدونستم دستی بر قلم داره و عیالوار و نیازمند هست، روزی سراغ من اومد و از من خواهش کرد که به عنوان نویسنده متن دست او رو در کاکتوس بند کنم. با محمد رضا هنرمند در این باره صحبت کردم و او پذیرفت که دوست من متنی به عنوان نمونه بنویسه و به ما بده و قرار شد در اولین جلسه تمرین ما متن او خوانده شود و نظر جمع همکاران مورد نظر قرار گیرد. در جلسه متن رو به دست من دادم که بخونم برای جمع. چشمتون روز بد نبینه. وقتی دفترچه متن رو باز کردم دیدم که دوست ما هرچه متلک و بد و بیراه میدونست بار ما کرده. و او تنها کسی بود که کاکتوس رو نمیپسندید. کاکتوس نام سه مجموعه تلویزیونی بود که به کارگردانی محمد رضا هنرمند ساخته شد و بین سالهای 1377 تا 83 از صدا و سیما روی آنتن رفت. او در ادامه گفته کرونا هنرمندان بسیاری را از ما گرفت. یاد میکنم از پرویز پورحسینی، کامبوزیا پرتوی، چنگیز جلیلوند، خسرو سینایی، اکبر عالمی و کریم اکبری مبارکه رو گرامی میدارم. دیگر یاران و هموطنان و قربانیان جهانی کرونای عبرت آموز آدمخوار رو باشد که انسان امروز به جای دشمنی با هم نوع و کشت و کشتار یکدیگر از عهده براندازی این آدمکش به ظاهر ریزه میزه برآید. سیروس ابراهیمزاده نویسنده و بازیگر پیشکسوت در فروردین ماه 1400 وارد 84مین سال زندگی خود شد. تنها ترین سردار، ولایت عشق، کاکتوس، آرایشگاه زیبا، خانه ما، حس سوم، آشپزی و ساختمان پزشکان از جمله آثار این هنرمند در تلویزیون محسوب میشن. بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی نخستین تجربه سینمای او بود. از عمده نمایش‌های ابراهیم‌زاده می‌توان به اوتلو، جعفرخان از فرنگ برگشته و ملیحه اشاره کرد.